سلام به شما دوستان خوب و همراهان داچ پرزیش تیوی خیلی دوستان در کامنت ها درخواست کرده بودن که یک ویدیو آماده بکنم درباره صحبت کردن با پلیس و یا در مواقع ضروری که شما لازمه به پلیس زنگ بزنید به آلمانی از چه جملاتی میتونید استفاده کنید که یک حادثه رو یک اتفاقی رو و یا هر چیز دیگر رو پیش پلیس ملد بکنید یا بهشون اطلاع بدین تو این درس با یک کلی جمله کاروردی یاد میگیریم که کافی اینها رو حفظ بکنین و در مواقع ضروری ازش استفاده بکنین تمام درس های از این نوع در وبسایت deutschpersichtv.com به صورت فصل بندی شده و مرتب در اختیار شما عزیزان هستش دی پولیتسای انگوفن و یا دی پولیتسای گوفن انگوفن یعنی زنگ زدن یعنی اون حالت تلفن زنگ زدن ولی غوفن به معنای خبر کردن پلیس هستش دی پولیتسای غوفن یعنی اینکه شما زنگ میزنید و پلیس رو خبر میکنید که حالا بیاد یا حالا یه اطلاعی میخواید بهش بدید این فرق بین غوفن و ان هست شما دوستتون هم صدا بکنید بگید بیاد بس از فعل غوفن استفاده بکنید خب مهمترین موضوع شماره تلفن پلیس تو آلمان 110 هستش درسته 110 این شماره تلفن پلیس نوت خوب هستش یعنی در شرایط ضروری باسی با این تلفن تماس بگیریم توی یه درس دیگه ما با همدیگه زنگ زدن به اورژانس رو که 112 بود کار کرده بودیم لینکش رو براتون آخر این ویدیو میذارم که اون درس رو هم دوستانی که ندیدن مشاهده کنن که چجوری در مواقع استرار و یا در مواقعی که شما نیاز به یک اورژانس دارید و یا آمبولانس دارید چه صحبتهایی میتونید رد و بدل بکنید شروع میکنیم به جملاتمون هیلفه آسان ترین کلمه است هیلف یعنی کمک درست فعلش از هلفن و اسمش هست هیلفه کسی که کمک میخواد میگه هیلفه هیلفه یه اتفاقی افتاده به اون اطرافیان میگم که لطفا سریع پلیس خبر بکنید بیت غوفن زی زفات دی پولیسای بیت غوفن زی زفات دی پولیسای بیت روفن زی زفات یعنی لطفا سریع پلیس خبر بکنید جمله بعد میپرسم که ایستگاه بعدی پلیس کجاست یا منظور همون کلانتری کجاست مکانی که حالا پلیس ها درش هستند کجاست و ایست دس نیست پلیسای قویا و ایست دس نیست پلیسای قویا همون درست مثل کلانتری میشه مثل جایی که ساختمونی که برای پلیس هستش درسته و ایست داس نیس پلیسای قویا پلیسای استاسیون هم میتونید بگید ولی بیشتر پلیسای قویا گفته میشه جمله بعد حالا من تماس گرفتم به پلیس خودم معرفی کردم مثلا میگم که احسان ما این نامه یا هر چیزی که شما اسمتون هست میتونید خودتون اول معرفی بکنید تصور کنید که یه جایی یک تصادف اتفاق افتاده دو تا ماشین به هم دیگه زدن و یا حالا خودتون به بودید در اون تصادف یعنی یه ماشین شما بوده که به یه ماشین دیگه برخورد کرده تماس میگیرید بعد از معرفی کردن میگید که اشمشت انان اون, اش اون فال ملدن یعنی من میخوام یک تصادف رو به شما خبر بدم اطلاع بدم فعل ملدن رو هم کار کردیم با جستجو کردن تو سایت میتونید اون درس رو هم پیدا بکنید یه حسن سایتمون دوستان عزیز اینه که قسمت جستجو داره ما تا الان با همدیگه تقریبا تمامی گرامرهای پایه تا پیشرفته رو کار کردیم درست؟ واسه همین اگر سوالی به ذهنتون میرسه یا راجع به گرامری یا واجه میخواید بهتر بدونید میتونین در وبسایت سایت دوش دات کام در قسمت جستجو اون واژه رو وارد کنین تا درسش رو به سادگی بتونین پیدا بکنید اون فال ملدن به همین شکل تصور بکنید که یه جایی دزدی شده از کسی بهش حمله کردن و ازش دزدی کردن میگید که ich möchte einen Raubüberfall melden ich möchte einen یعنی به کسی که حمله ور میشه و هجوم میبرن غاب هم یعنی دزدی یعنی به کسی حمله کردن و وسایلش رو دزدیدن ich möchte einen Raubüberfall melden تصور کنید به یک کسی حمله شده یه ریختن سرش حالا کتکش زدن یا بهش حمله کردن زنگ میزنید میگید که ich möchte einen Angriff melden ich möchte einen Angriff یعنی حمله هجوم تهاجم وقتی که به کسی حمله ور میشن Angriff میشه درسته ich möchte einen Angriff melden پس به این کار که به شما به پلیس زنگ میزنید اطلاع میدید فعل ملدن استفاده میشه اگر به کسی تجاوز شده بود میگید که ich möchte eine Vergewaltigung melden. Ich möchte eine Vergewaltigung melden. یعنی من میخوام یک تجاوز رو خبرش رو بدم ملد کنم پیش پلیس های گزارش بدم خبرش رو بدم که این اتفاق افتاده فگوالتگونگ یعنی تجاوز فگوالتگن فعلش هستش میشه تجاوز کردن اگر دوز اومد خونتون به این کار میگن این بروخ این بروخ یعنی در از اون حریم خونتون رو شکسته یه نفر و وارد شده وارد خونتون شده حالا در پنجره از هر جا ما که دوز میاد تو خونه میگن این بروخ فلش هم این بغشن هستش ما که دوز خونتون رو زده بود باستی بگید که اشماشته این این بروخ ملدن ich möchte einen Einbruch melden. یعنی من میخوام یک دوزی رو که اومدن تو خونم حالا وسایلمو بردن یا یعنی هر چیزی رو اطلاع بدم خبر بدم حالا یه مدل دیگه هم میشه گفت یه مدل با همین حالت جمله های بالا بود حالت بعدی میتونید جمله رو بگید مثلا بگید که به من حمله شده ich bin angegriffen worden ich bin angegriffen worden جمله اون پسیوه درسته میگم به من حمله شده است چه کسی حمله کرده تو این جمله مشخص نیست منم نمیدونستم برای همین جمله ما با حالت پاسیو میگم یا جمله مجهول میگم که فاعل یا کننده کارش درش مشخص نیست ich bin angegriffen worden من از این مطالب گراماتیکی شوستم عزیز گذر میکنم به خاطر اینکه ما همه این بحث رو قبلا تو درس گراماتیکیمون داشتیم من اگه بخوام تو تمام جملات طولانی توضیح بدم خب ویدیوها خیلی طولانی میشه و حوصله سربر میشه واسه همین به طور مثال درس های یا جمله بندی ها تمام اینکه حالا مودال ورب چجوری میاد فعل چجوری میاد همش در درس گراماتیک سطح بندی شده در سایت ما در اختیار شما عزیزان هستش به پلیس زنگ میزنم میگم من در تاریکی مورد حمله قرار گرفتم و همه وسایلمو دزدیدن ازم ich bin bei dunkelheit überfallen und ausgeraubt worden ich bin bei dunkelheit überfallen und ausgeraubt worden در اصل وردن واسه بعد از überfallen میشه ولی چون دوبار وردن تکرار میشه اون اولیو حذف میکنم و دومیو میمونه یعنی میشد که اسپین بای دونکل هایت اوبرفالن وردن یعنی من در تاریکی مورد حمله قرار گرفتم ایش بین اوسگرابت وردن یعنی منو اوسگرابن یعنی تمام لوازم کیو میدوزن کاملا خالیش میکنن فعل اوسگرابن استفاده میشه بس اوسگرابت هم پارتیسی بشه پارتیسی دو به جاش میتونید هم بگید ایش بین بغابت وردن ایش بین بغابت وردن یعنی من ازم دزدی شده یعنی از من دزدی کردن. وسایلمو دزدیدن، کیفم و موبایلمو یا حالا هر چیز دیگه ای رو. اگر به پلیس‌ها بخواید برید پیش پلیس و بگید که وسایلتون دزدیده شده، میتونید این مدلی هم بگید مثلا ماین پاتمونی ورده گشتولن. ماین پاتمونی ورده گشتولن. یعنی کیف پول من دزدیده شده است. جمله‌مون ماین پورتمونی هم یعنی کیف پول معمولا این کیف های پول مردونه هم میگن پرتمونی کلمهش فرانسویه ماین پورتمونی وود گشتالن حالا اگر گم کرده باشید و دزدی نشده باشه به با فعل فلیغن استفاده کنید میگم که ایش ها به ماین آوس وایس فلوان ایش ها غیز پاس فلوغن. یعنی من کارت شناساییمو گم کردم من همو گم کردم Mein Ausweis wurde gestohlen. Mein Ausweis wurde gestohlen. Hallage, Passportmann. Ja, Karten ist schon jemand, der einen Ausweis hat. Siehst du schon, gut? Als hallage, passiv, Migamke. Mein Ausweis wurde gestohlen. Pass, mein Ausweis wurde gestohlen. Ja, mein Reisepass wurde gestohlen. Ja, mein Pass wurde gestohlen. Mein Führerschein wurde gestohlen. Siehst du schon, چه کسی دزدیده تو این جمله مشخص نیست چون پسیو هستش چون مهم اینه که اون کارت شناسایی من دزدیده شده واسه همین جمله با پسیو میگم ich habe meine handtasche verloren ich habe meine یعنی من کیف دستیم رو گم کردم هانتاشه برای خانم ها که این کیف ها که دستشون میگیرن هانتاشه گفته میشه تو آلمانی حالا پلیس به فرض از شما میپرسه که تتا این نکته رو بگم قبل اینکه جمله رو بگم تتا یعنی کننده کار خب تتا به کسی میگن که یک جرمی رو مرتکب میشه مثلا دزدی میکنه یا خلافی میکنه به اون شخص میگن تتا حالا پلیس شاید به شما بگه که خب حالا کیفت دزدی شده کن زی تتا بشقایبن کنن دن تتا بشقایبن یعنی آیا میتونید شما اون تتا رو توصیفش کنید یعنی بگین چی جوری بود حالا شما تو جواب میگید که یا اوا لانگ کوتز شوارتز همین هم هر چیزی دیگه حتی این بلاو یا که ان یا یعنی توصیفش میکنید که اونی که از شما دوزی کرده چه شکلی بوده چی تنش بوده سنش چقدر بوده و این چیزا بشخایبن یعنی توصیف کردن و توضیح دادن راجبه اون کسی حالا تو اون هیروبیر حالا شما تصور کنید که میخواید حالا به خانوادهتون زنگ بزنید میخواید به پلیس بگید که من باعثی با, با خانوادهم یا به دوستام تماس بگیرم ich muss meine verwandten anrufen ich muss meine verwandten anrufen یا ich muss meine freunde anrufen verwandten یعنی خیشاوند خیشاوند ها فرویند هم یعنی دوستان احتمال داره پلیس از شما بپرسه که میخواید که یک شکایت تنظیم بکنید یعنی چی یعنی یه شکایت تنظیم بکنید ثبت بکنید که حالا هر مشکل که داشتین ثبت بشه و در از شکایت تنظیم بکنید میگه که مشتنزی Sie این انسایگ erstatten möchten این انسایگ اشتتن یعنی آیا شما میخواید که یک انسایگ یا همون شکایت تنظیم بکنید که شما هم در جواب میگید که یا اش möchte این anzeige اشتتن میتونم قبل اینکه تلفن اون سوال بپرسه شما بگید که ich möchte eine یعنی من میخوام که شکایت بکنم حالا از اون دزدیه یا از اون هر موضوع اختلافی که پیش اومده پیش پلیس رفتید واسه یه تنظیم شکایت از Anzeige اشتتن استفاده میشه اگرم شاهد چیزی بودید به فرض شاهد اتفاقی بودید که حالا میخواید گزارشش رو پیش پلیس بدید و یا برید به پلیس اعلام کنید که شما شاهد اون ماجرا هستید باید بگید که ich آین eine Aussage machen ich möchte eine Aussage machen یعنی من میخوام در اصل ثبت بکنم پیش شما اینکه اون چیزی رو که دیدم و به اطلاع شما برسونم میشه اینجوری معنیش کرد درسته یعنی طرف شاهدی بوده میگه حالا من میخوام راجب این موضوع اظهار نظر کنم و به پلیس بگم اون چیزهایی که دیدم و در اصل باهاشون در میون بذارم درسته یعنی یه چیزی رو من بیان بکنم و یا گواهی بدم شهادت بدم تصدیق بکنم اون کارو شهادت دادن هم معنی میده تو فارسی بگم معنی خوب شهادت دادن میشه میگه من میخوام یه شهادتی رو بدم یعنی میخوام یک موضوعی رو که شاهدش بودم بیان بکنم رسید به انتهای این درس حالا به عنوان تمرین شما میتونین یک جمله بنویسید سوال من از شما اینه که آیا شا... تا الان شما پیش پلیس شهادت دادید آیا تا الان پیش پلیس در از تصدیق کردید یا شاهد موضوعی بودید که پیش پلیس رو ذکر بکنید میتونید جواب این سوال رو در کامنت بنویسید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین دوستان من تا درس‌های آینده بدرود